سلام هموطنان عزیز، در گوشه از دنیا که هستین جور و سلامت و سرحال باشین و دور از مریضی ها و دور از غم های دنیا باشین. باز هم حاجی منان در خدمت شما حاضر شد و پیش شخصی که واقعا من برنامه شدیدم جیگرخون شدم و پریشان شدم. هی کاش که در وطن یک صلح و سرتاسری بیایه، یک آرامی بیایه تا بتونیم همگی در کنال فامیل خود آزاد و خوش و خوشحال زندگی کنیم. شما را خوش آمدید میگیم و برنامه خودتان، یعنی برنامه همانت. انشالله که پیش بزرگوار صاحب آمدیم با چهرش و با سخنایش شما حتما آشنایی دارین و میریم سوالا را از خود دگروال صاحب محترم میپرسیم و ببینیم چی گفتنیا داره. و خداوند شکر میکشم که امروز دگروال صاحب یکم کار خوش میدونم. دگروال صاحب قن سلام برسیم. سلام بدن، خوب هستین؟ سلامت خوب هست؟ جانش موجود است، خیلی خیلی بسیار زیاد خوش آمدین به کلبه غریبانه ما. سلامت به یوز هوای سرد برفی خوش آمدی براتون میگم. قدم رنجه فرمودین، زنده باشین، سلامت باشین، به یاد ما بودین، یادی از ما کردین، بازم تشکر. سلامت باشی، زنده باشی. دگروال صاحب ما خو خدمتگار هستیم، ای که دوستای ما لطف میکنن، ما را کمک میکنن و با ما پول روی میکنن، اعتبار میکنن. هزم چیز کده یک اعتبار بسیار یک گپ مهم است که بله. شخص که نشناسه سرت اعتبار اعتماد کنه دیگه. یک دنیا تشکر. و ما هم کار نمی کنیم خدا نکده خدا نکده خدا نکده که از این پول دوستای ما که با ما روان میکنن ما ای را بگیریم و خربوزه رو دونیم کنیم، نصفشه ایسو بیاریم، نصفشه ایسو بیاریم. نه، هرگز نه. و چیزی که فیصدی دفتر ما میشه ما اونمو را میگیریم، پس مطابقه پوله با اون شخصش تحویل میکنیم. خدا کنه که دوستای ما خفه نشه از این گپای ما، به خاطر که برنامه ما امانت است و خودمون امانتکار هستیم. و ای که کلمه میخوانیم لا اله الا الله محمد رسول الله، پس کل کار تمام کتنی. بله. بیا خیر باشه دوست عزیز، ببخشید پر حرفی کردم. دگروال صاحب زندگی را خو ما دیدم از ویدیوهای قبلی، واقعا جگرخون هم شدم، واقعا که بسیار پریشان شدیم دیگه. توکل به خدا، ما خو نو آمدیم در پیشت، از نزدیک خودت نو دیدم. میشه که بگو این خانه از خودت هست دگروال صاحب؟ نه خیر، خانه را خو شما ظاهرا هم دیدین که بلاک است، پنج طبقه است. در حدود 30 فامیل زندگی میکنه که یک طبقهش بگویم یا یک اپارتمان از دیره ما با کرا گرفتیم در حدود 26 یا 27 روز یا چیزی کم یک ماه مقدرا شاید شده باشه دیگه. در این ساحه ارزانترین بلاک همی بوده، به خاطر از اینکه بسیار ساخت سابق است، قدیمی بود، زیاد شکست و ریخ داشت و یعنی از هیچ سهولتی برخوردار نبوده. صرف به خاطر از اینکه ما میتونم برای خود یک سرپانا بسازم شه و با کرای کم بودک، از امی خاطر ما امیج خود آمدیم گرفتیم دیگه. در حدود 8000 کرا میتونم و 1000 هم پول صفایی و آبی گپایش میشه 9000 دیگه. امی هم قبل از سقوط از حکومت در حدود 2500 دلار کرایش بود. این که حالا یک کمی باره مردم بیوست شده دیگه، حالی مردم هم میذاره کرایش کم که دارن، در مجموع 9000 بدون برقش البته. دیگه میره ما به کرایه گرفتیم. بیا توکل به خدا، انشاءالله خدا خیر و سلامت باشی، زنده باشی. سوالی که مرا واقعا همونطور جگرخون ساخته در فکرش از شب تا حال را بودم اینمی است که هایا دگروال صاحب یک وقت چی یک زندگی داشت و در کار و در وظیفه و در وظیفه ایمانی وجدانی که بر تسلیم شده بود
بسیار با مو شوقش با مو ذوقش اجرا میکردی، ولی فعلا دگروال صاحب چی گپا چی چرتا چی فکرا از سر شو تا صبح در فکرش میگرده؟ ما خو در مو وقتی که سر قدرت هم بودیم، در وقتی که وظیفه هم داشتیم، اما تیر یک آدم فقیر بودیم، زندگی فقیرانه پیش بردیم، نه از خود کدام جایداد جور کردیم، نه از خود کدام بلند منزل تعمیر دارم، با وجود از اینکه امکاناتش داشتیم، اما نکردیم، نخوردیم. بنان به می خوش هستم، افتخار میکنم که همه قسم زندگی رو پیش بردیم و با بازی با بازش هم به خود افتخار میبخشم. نه پیش وجدان خود خجالت هستم، نه پیش مردم خود خجالت هستم، نه با کسی دشمنی داشتیم و دارم. دیگه خوش هستم از این زندگی، خودم راضی هستم برای فعلا. بیا شکر شکر که از زندگیت راضی هستی و ما افتخار میکنیم که در پولی شخص ششتیم که نه آرام خورده و نه میخوره نه در فکری گپا بوده، چون که خداوند آدم نیک دائم کد آدم نیک سر میته. ما هم از دیدنت خوشحال شدیم دگروال صاحب قلب. همچنان ای که روزگار است میایه سر هر کس میگه او دفعه قاطی میایه و او دفعه سیری میایه، دیگه از طرف پروردگار است. توکل ما به خدا و خداوند یک سنگ خیر در وطن بانه و که کلگی بتانیم آزاد و اما طور خوشایند زندگی کنیم در وطن. بله ما به می آرزو هستیم که خداوند از ما خود گذشته باقی مانده جوانای ما رو وطن ما رو خدا آرام داشته باشه، که در یک سال سرتاسری زندگی بکنن. الهی آمین. ای که اگر ما باشیم یا نباشیم، ما بیاز از روزی که در خاک پیدا شدیم پای دمی نظام ماندیم از خود گذشته بودیم. هیچ سر زندگی خود حساب نمی کردیم که ما هستیم یا نیستیم، ولی هر چی که کردیم به خاطر آینده وطن کردیم، به خاطر آینده اولاد خود کردیم، به خاطر آینده اولاد وطن خود کردیم. دیگه افتخار میکنیم حالیم که از همچی وطنی هستیم که اسلام هستیم و در خاک خود زندگی میکنیم. سلامت باشی، زنده باشی. و ما بالایت افتخار میکنم که همطور ایمانن وجدانن وظیفه اجرا کردی و امی که پیش وجدان خود انسان خجالت نباشه، پیش خدای خود خجالت نباشه، دیگه تمام موضوع حل است. تشکر. ما یک چیزی برات یادواری بکنم، خودت خود بار اول است معرفی میشیم. بله بله بله. امی روز اولی که من در برنامه شما شامل شدم یک چیزی بود که هیچ تصورش نداشتم. دقیقاً در یک مسیر را میرفتم، دیدم که یک چند نفر از جای جمع شدن و تعداد از سیاست راست و مرد راست دور خوردم که چی گفت است. گفتن که یک کمی چوب توضیح میکنیم. من گفتم چوب به کدام مردم میدیم؟ اگر دنبال مستحق میگردین دنبال نادار میگردین، خزمه کده دیگه کسی مستحقتر نیافین. دیگه همو جگه همشیره به نام خاله نفیسه در راست می کار بود. ای برای ما از ما برای ما پیشنهاد کرد که ما خب برای چوب میتونم ولی ازت مصاحبه میگیرم. ما گفتم مشکل ندارم. واقعا که ما بسیار همتر نرمال رفتم، میخواستم که یک چهار کلمه گپ بزنم و همین چوبی که یک پنج ده سیره بود، ما گفتم یک هفته در روز میتونم که اولادای خود کتش گرم کنم. زمانی که در مایی که برای ما دادن، زمانی که در دیدیم که در تلویزیون ظاهر میشم و سوال که از من شد دیگه من خود کنترل نتونستم کرده که من چی بودم کی بودم و حال به خاطر یک دست چوب با چی سرنوشت گرفتار شدیم. خب به هر حال چوب گرفتم، بیا خیر باشه دگروال صاحب خان. ای که انسان چی می باشه و چی میشه و بازم شکر که خداوند بالای سر است، شکر که خدا را داریم. بشک توکل ما شما به خداوند. بازم سپاسگزاری از برادرای میکنم که زنده باشین دگروال صاحب. چند قبل برای من یک مقدار پول رو روان کردم. من تانستم توسط همون پول
یک مقدار چوب، یک بوجی آرد، یک روغن، یک چیزی برای فامیل خود گرفتم. دیگه حال هم پیش از آمدن شما به این فکر بودم که کرایه از این ماه سرم پورا شده و صاحب خانه قبلی دنبال پول خود آمده بودن که بیا در امانت که پیش ما ماند ایره ما بفروشیم، ایره ما بخوریم، ایره ما چه کنیم پول ما را بده. دیگه حالی هم خودت که تشریف آوردی و کدام برادره که همراه ما همکاری کرده کمک کرده جهان سپاس از وام میکنم. من میتونم با این پول دست داشته که امروز برای ما آوردی حد اقل کرای یک خانه خوده که قبلا فرار کرده بودیم و برآمدیم امور خلاص کنم. دیگه خدا به اونا برکت بده، به خیر بشه، خدا عمر چوچایشان و اولادایشان دراز بسازه، خدا ایمان نصیبشان بکنه که اونا به فکر ما بودن و به فکر ما هستن، زنده و سلامت باشه، به خیر بشه، سلامت بشه. جا داره که من هم تشکری کنم هست حاجی صاحب غزنیوال که فامیل کریمی میگن و جهان سپاس که با ما دائم کمک کردی و باز هم ای که برنامه دگروال صاحب دیدی همراه خاله نفیسه و خیبر جان باز به ما تماس گرفت، گفت که یک مقدار پول که نگه کم ما و کرم شما حاجی صاحب بزرگوار در نظر گرفته بود، گفت میره به دگروال صاحب ببر. دیگه ما هم وظیفه ایمانی وجدانی خود اجرا کردیم و آمدیم پیش خودت. دیگه تشکری میکنیم هست تمام مردم که برنامه ما را بیننده است و لایک میکنن، کامنت میمانن، سابسکرایب میکنن، یک دنیا تشکر. ما کامنت های شما را میخوانیم و یک مادری که کامنت داده بود از پیشش کم وار اشتباه شده بود به ما شخصی زنگ زد معذرت خواست، هیچ گپ نیست، کامنت فکر است به جای نیست، نوشته میکنی دیگه چیز میایه، هید ما مشکل نداریم، هر دوست که هرچی میگه ما انتقاد پذیر هستیم، ما در خدمتتان هستیم، ای که از قات مردم هستیم در خدمت مردم هستیم، انشالله ما خفه نمیشیم، ما بازم خدمتگار هستیم. و تشکری میکنم از تمام مردم که برنامه ما را میبینن و شیر میکنن، سابسکرایب میکنن، ای که لایک میکنن، تمامش یک کار ثواب است که امی برنامه را شیر میکنین به دوستایتان که دوستایتان میبینه، باور کنین که داخل ثواب شما میشین. یک دنیا تشکر. و دگروال صاحب خند اینمی 16000 افغانی که از طرف حاجی صاحب غزنیوال گفته بود که نام من را ذکر نکو و بگو حاجی صاحب غزنیوال فامیل کریمی، که اینمی 16000 افغانی را به خودت روان کرده، مام همو همانت چون که برنامه ما امانت هست دیگه، ما این می پول امانت به خود تسلیم میکنیم، از خودت است، هر کاری که بالاش میکنی و عقد داری تو زنده باشی، سلامت باشی. بدر 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16000 افغانی اینمی از خودت است و حاجی صاحب غزنیوال که فامیل کریمی است برات روان کرد. گفت وقت ما که برنامه دگروال صاحب دیدم واقعا جگرخون و پریشان شدم، دیگه گفت که نمی پوله برش برسان. تو زنده و سلامت باشی، سلامت قدم هایت ببخشی، تو یه تکلیف کشیدی آمدی و از واجی صاحبم که این لطف به ما کرده جهان سپاس، باز هم تشکری میکنم، باز هم تشکری میکنم که یادی از ما کرد، به مشکل ما رسیدگی کرد، افتخار ما هستین، بزرگ ما بودین. دیگه گفتنی خود زیاد داریم، اما این که در پرده تلویزیون یا در پرده مقابل کامره مشکل ایجاد میکنه. باز یک تعداد برادرای ما هستن که کومنت های غلط روان کردن، گپای زشت کرشت گفتن. خب خیر، به هر حال هر کسی به خودش میگذاریم که کی چی میکنه کی چی نمیکنه. خب از خودت یک جهان تشکر حاجی صاحب محترم، قربانت، زنده باشی، سلامت باشی، زنده باشی. یکی وظیفه ایمانی وجدانی ماست، ما میاییم برنامه خود ثبت میکنیم و پولی که به ما دوستا روان میکنه ما به ممو شخص که نام میبره ازش تحویل میکنیم. این وظیفه ماست، سلامت باشین. و دگروال صاحب قند میگه دل رقم است،
بله شار رقم نیست. بله بله. ای کاش که شار رقم می بود که کلگی می فهمید از درد یکی دیگه ما که چی درد است و چی گپ است و چی وضعیت است. و فعلا که ما پولوی دگروال صاحب شدیم، همی وطن خودم ادمی وطن است و من رزدی که می بینم جار جنجال و بعض گپایی که حتی رسانه اجازه نداره نشر کنه ما با چشم خود می بینیم، ما می فهمیم که سر دگروال صاحب چی تیر شده و چی تیر میشه. توکل به خدا دگروال صاحب، انشاءالله از خداوند جانجوری می خواهیم برد، به خودت، به فامیلت، به شما همچنان، به او خوشی دنیا را خداوند برات نصیب کنه. بخیر باشی، سلامت باشی، زنده باشی. زنده باشی، بازم خوش آمدیم. بخیر باشی، سلامت سلام باشی. هموطنای عزیز تشکر میکنم بازم از تمام شما که با ما کمک کردین و با ما میپیوندین، جهان سپاس. و جا داره که باز هم تشکری کنم از حاجی صاحب غزنیوال که فامیل کریمی است، جهان سپاس. و حاجی صاحب بار با ما کمک کرده، در برنامه عروسی با ما پول روان کرد که خودتان حتما دیدین برنامه را. یک دنیا تشکر. و انشالله که منتظر دوستایی که میخواین پول روان کنن، کمک کنن، و ما منتظرشان هستیم. به خاطر که در وطن بسیار بیچارگی و بسیار بدبختی آمده، ما به کمک شما نیاز داریم. حتما دست مردم که مسکین بیچاره است بگیرین، چون که بزرگا گفته چون که استاده دست افتاده گیر. یک دنیا تشکر. اگر شما میخواین با ما کمک کنین، شماره واتساپ ما در روی اسکرینایتان است، میشه که تماس بگیرین، ما خدمت کنیم براتان. یک دنیا تشکر. هی بود برنامه امروزی. تا برنامه بعد شما را به خداوند منان بسپاریم. شاد، موفق، کامیاب باشین. خداحافظ.